باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چهار روز پس از تیراندازی در یک باشگاه همجنسگرایان در اورلاندو ضمن سفر به این شهر با خانواده قربانیان این حادثه دیدار کرد رئیس جمهوری آمریکا پس از این دیدار در سخنانی خواستار اصلاح قانون حمل اسلحه در این کشور شد باراک اوباما همچنین دسترسی آسان به اسلحه و عدم برخورد کنگره آمریکا با خشونت مسلحانه در این کشور را مورد انتقاد قرار داد رئیس جمهوری آمریکا گفت کسانی که اینجا کشته و زخمی شدند مورد اصابت گلوله های اسلحه قوی یک قاتل قرار گرفتند انگیزه های این قاتل ممکن است با انگیزه های عامل کشتار آرورا و نیوتاون متفاوت باشد اما ابزار کشتار بسیار شبیه بوده است so defend... کسانی که از قابلیت دسترسی به سلاح دفاع می کنند باید با این خانواده ها ملاقات کنند و توضیح دهند چرا باید این گونه باشد در همین حال روز پنجشنبه مراسمی در گرامی داشته یاد قربانیان تیراندازی اخیر در محل بنای یادبود حادثه 11 سپتامبر در نیویورک برگزار شد در ساعت اولیه روز یکشنبه 49 نفر از افراد حاضر در باشگاه پاس در اورلاندو به ضرب گلوله‌های عمر صدیق متین کشته شدند